حالا غیر از همه مسائلی که الان بهش مطرح کردیم، یک بحث دیگه این هستش که چیکار کنیم که آب هدر نره. در ایران نزدیک به 90 تا 91 درصد منابع آب میره صرف کشاورزی میشه، میانگینش در دنیا 70 درصد هستش. چطور میشه اینو مدیریت کرد؟ میان 50 درصد تازه این مقداری هم که برای کشاورزی مصرف میشه هدر میره. چطور میشه جلوی این قضیه رو گرفت، مدیریت کرد؟ در درجه اول تغییر رهبران نظامی، تغییر حکومت مهمترین چیزی هست که کمک بکنه. اما اگر بخوایم واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، یک، ما باید بدونیم که برای هر محصولی که می‌کاریم چقدر آب مصرف میشه و نحوه در حقیقت بهره برداری به چه شکلی خواهد بود. ما در ایران اگر بر فرض 134 میلیون تن غذا تولید می‌کنیم، حدود 35 میلیون تن دورریز غذا داریم که این دورریز مواد غذایی در همون مرحله در حقیقت هنوز نرسیده به شبکه‌های توزیع. این یعنی که بخش قابل توجه از آب ما هنوز ازش مصرفی نشده، اون در حقیقت کالایی که ازش تولید شده از بین میره. و در این حال در خونه هامون ما بخشی از این غذاها رو تلف میکنیم، اون دوریز غذا رو هم اضافه بکنیم، شما میبینید ما خودمون داریم بخش قابل توجه از آب رو به این ترتیب تلف میکنیم. بخش دیگر به خاطر اینکه راندمان آبیاری در کشور ما راندمان مطلوبی نیست و بخش قابل توجهی از آب در شبکه‌های آبیاری ممکنه به لحاظ حالا مشکلاتی که دارن و تبخیری که صورت میگیره از سدهایی که تازه میرسه به اون شبکه آبیاری اونم از بین میره. نوع محصول، چه محصولی بایستی در حقیقت تولید بشه که آب کمتری ببره و از ارزش بیشتری داشته باشه؟ اگر ما عاقل بودیم در حقیقت میمدیم به سیستم های دیم محصولاتی با کیفیت بالاتر رو میتونستیم تولید کنیم و بعد اونها رو صادر بکنیم و محصولات آببر رو وارد بکنیم، مشکل حل بود. اما نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی، خودکفایی به هر قیمتی است که نتیجهش رو دیدیم، یعنی اجرای سیاست آقای خامنه‌ای برای اون اقتصاد مقاومتی در حقیقت باعث نابودی بخش عمده منابع آب شده. الان طرح 550,000 هکتاری مقام معظم رهبری که داره به قول معروف در محدوده خوزستان و ایلام اجرا میشه، ببینید چه بلایی سر منابع آب در غرب کشور آورده. طرح‌های انتقال آبی که در اون منطقه آب رو از در حقیقت سهم دجله رو ما داریم میدوزیم که اون آب دجله نهایتا باید به حورالعظیم برسه که گرد و خاکی که ما در آن در حورالعظیم داریم و ناشی از هم آبی است که اونجا گرفته میشه و هم آبی که از کرخه در حقیقت کسر می